لنوو لژن 5. سلام رفقا و خوش اومدید به یه آنباکس دیگه. من مسعود هستم و این چنل بیگروه. ازتون ممنونم که چنل من رو حمایت میکنید و دمتون گرم که سابسکرایب میکنید، واسم کامنت میذارید، سعی میکنم به همشون جواب بدم. خیلی سریع بریم سراغ آنباکس لژن 5 از لنوو، ببینیم که لنوو این سری برامون چی داره. یه لپتاپ گیمینگه، همونجور که میبینید جعبش هم درنه یه گیمینگ داره، خیلی مینیمال. برندینگ لژن رو داریم، آرمی لژن و برندینگ لنوو. بریم در جعبه رو باز کنیم. چاقو پیدا نمی کنم، این چه اثره یه جوری بکنم. خب از هر چیز بریم سراغ متعلقات داخل جعبه. همش رو چکوندن تو شب بگم جا کم بوده و یه دونه موز که اعتبارا موز گیمینگه، همونجور پیچیدن به باور رب که البته قطعا به پک محصول بوده. پکیج شارژ، کابل شارژ و یه دونه احتمالاً آداپتور که سیستم شارژ رو ساپورت میکنه که 230 واتی هم هستش. خیلی آداپتور بزرگ و سنگین داره که البته خوب لازم هست بخاطر خوب لپتاپ گیمینگ مصرف برق زیادی داره، هم سی پی یوش هم کارت گرافیکش و البته بقیه قطعات. بخاطر همین قابل بزرگی داره. بریم سراغ خود لپتاپ. اوه لیبل لژن دوستش دارم. لژن توی جعبش معمولا یه سری استیکر داره، کاتالوگ، دوباره یه دونه استیکر دیگه، و دو تا استیکر از گارانتی اماراتی که گارانتی میکنه این دستگاه توی کشور امارات چون همه سفارش امارات هستن. خب پکیجش کاملا بچه شبیه آیدیا پد گیمینگ که قبلا براتون آنباکسش کردم. اگه دوست دارید آنباکسش رو ببینید لینکش این بالا هستش، میتونید برید نگاه بکنید. خب دقیقا پکیجش همونه، حتی کاور مشکی‌رنگش، اما خود لپتاپ یه رنگ فوق‌العاده زیبا، توسی کربنی مات، این اسمی که خودم براش گذاشتم. خیلی رنگش رو دوست دارم، خیلی استایلیشه، خیلی طراحی لباهاش شارپ و میشه گفت مینیماله. برند لنوو، لنووی برند کاملا مردم هست، کاراکتر شخصیتش کاملا مرده. بریم سراغ پورت های لپتاپ. اما قبلش که اسپکی لپتاپ رو فراموش کردم بهتون بگم، اسپکی لپتاپ رو بهتون بگم، این مدلش سی پی یو کورای 5 نسل 11 16 گیگرم دی دی آر 4 فکر میکنم فرکانس 3200 اگر اشتباه نکنم، گرافیک RTX 3050 و البته 1 ترابایت SSD. فوق العاده است. بریم سراغ پورت هاش، لپتاپ براندازی بکنیم با هم دیگه. خب همونجوری که اینجا میبینید پورت شارژ مستطیلی که لنوو پورت شارژش همیشه مستطیلیه، البته به مدل های یکم گرونترش. اینجا یه دونه پورت USB داریم که این USB
تو حالتی که لپتاپ خاموش باشه خروجی برق میده و میتونید دیوایستون باهاش شارژ بکنید. پورت HDMI، دو تا پورت USB 3.2، یه دونه پورت Type-C 3.2 و خب کابل شبکه که برای همه لپتاپ ها احتیاجه. همونجور که میبینید پشت مانیتور این قسمت یه فضای اضافه هست که من خیلی باحال میکنم، البته میدونم که خیلی باحال میکنم، ولی خیلی خوبه چون همه خروجی ها رو پشت داره بهتون میده. به خاطر همین کابل رو میتونید بندازید پشت میزتون، مثلا اگر مثل میز من یه شیار همینجا داشته باشید همه کابل ها میگم پایین و میزتون کاملا سبوک و خلوت دیده میشه. بچرخیم سمت راستش، یه دونه پورت تاندربولت. تفاوت این تایپ سی با تایپ سی که پشت میبینید که این تاندربولت ساپورت میکنه، میتونید حداقل تا دو تا مانیتور 4K بهش بزنید و البته ازش ورودی کارت گرافیک اکسترنال بگیرید که خیلی دوستان در مورد این موضوع حتما براتون ویدیو بسازم. یه دونه پورت اینتگریتد جک سونی اسپیکر و میکروفون و البته سمت چپ لپتاپ یه دونه پورت USB 3 دیگه به اضافه یه سویچ الکترونیکی که دوربینه در واقع استریمینگ و لایو لپتاپ رو خاموش روشن میکنه. بریم سراغ سیستم کولینگش. دو تا یه فن دوگانه داره زیر لپتاپ، سمت راست، چپ، پشت، چپ و راست و زیر کاملا کندوی ها رو میبینید و خیلی 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 حرفه‌ای، یک کولینگ خیلی حرفه‌ای، یک کولینگ تمام عیار برای این لپتاپ ترتیب شده. خیلی دوستان دارم آنباکسش میکنم که در طی آنباکس همش دوست دارم داشته باشم، شاید لپتاپ رو رد کنم و اینو بخرم، نمیدونم. بریم لپتاپ رو باز کنیم. جایی هست روش میمونه. خب این هم یه نقطه ضعف دیگه، یه کابل جاست که برش میداریم. رنگ داخلش مثل رنگ بیرونشه. جنسش میشه تشخیص داد تقریبا آلومینیوم دیگه، ولی فلزیه، پلاستیک نیست مثل آیدیاپد گیمینگ 3. گفتم کورای 5 نسل 11، لیبل اینتل نسل 11 هم روش خورده که کاملا مشخصه. گرافیک RTX که از GTX هم بالاتره، C50 که گرافیک فوق‌العاده مخصوصا برای لپتاپ و کولینگ خیلی بهتری داره. البته این C50 Ti هستش که از C50 معمولی هم بچه بالاتره و دکمه پاور که وسط قرار داره. یه مانیتور مات IPS بدون زاویه دید با فرکانس 120 هرتز مناسب گیمینگ و کیبورد بکلایت دار که دکمه های عروکی رو هم بزرگتر گرفته برای گیمینگ، کاملا برای گیمینگ تجربه. نقطه ضعف کیبورد رو من فقط حروف عربی روی کیبورد میدونم. اما در آخر اگر بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، Legion 5 کاراکترش و شخصیتش دقیقا مثل لنوبوه، واقعا خیلی مرده. Legion یه جورایی میشه گفتش که پرچمدار برند لنوبوه. من حتی خیلی جاها جلوتر و گنده‌تر از تینکپد میشناسم، اما من معتقدم که لژیون یه سرگردن از تینکپد هم بالاتر. یه لپتاپ همه چی تمومه، توی قطعات هیچ وقت برای خودش گلوگاه ایجاد نمی کنه. به عنوان مثال، یعنی مثلا هیچ وقت اینجور نیستش که بگم آره به خاطر اینکه فرکانس رمش پایینه، آره به خاطر اینکه نسل سی پی یوش مثلا نسل مهمی نیست، SSD داره، SSD نداره، SSDش کمه، ظرفیت SSDش پایینه،
هیچ وقت برای خودش نقطه ضعف ایجاد نمیکنه. همونجور که میبینید روی این لپتاپ 1 ترابایت SSD کار کردم NVMe2 و شما تو هر درایوی، حتی اگه مثلا 2 تا پارتیشن 3 تا پارتیشن هم داشته باشید، روی هر کدوم از پارتیشناتون فایل داشته باشید، پروژهاتون رو بخواید باز بکنید، به هیچ عنوان به از نظر استوریج فضای ذخیره سازی و سرعت فضای ذخیره سازی کم نمیارید، خوندن اطلاعات از فضای ذخیره سازی کم نمیارید، SSDتون همه جوره جوابه، فرکانس رم برای رسوندن دیتا به کارت گرافیک و CPU کاملا جوابه و هیچ جوره کم نمیاره. به خاطر همین من همیشه لژیون رو بیشتر از هر برند دیگه ای توصیه میکنم برای کسایی که میخوان لپتاپ گیمینگ داشته باشن. مثل من پروژه تدوین دارم، کار ادیت انجام میدم، به خاطر همین همیشه لژیون رو پیشنهاد میکنم. دمتون گرم که تا آخرین ویدیو با من بودید. ممنونم از اینکه من رو حمایت میکنید. لطفا فراموش نکنید که چند من رو سابسکرایب بکنید تا من حمایت بشم بتونم ویدیوهای بهتری براتون بسازم. و در آخر بدرود.